مهمان من می امروز رئیس کشور بزرگی باشد با بیش از 2500 سال سابقه نظام پادشاهی می توانست نشینی باشد با جلال و جبروتی که خاص شاهان است ولی ده ها سال است که رشته پادشاهی در خاندان او از هم گسسته و خود او در تبعید به سر می برد نظر او درباره اونچه در کشورش میگذرد چیست چه کسی را مسبب به اون چه بر سر خاندانش آمده میداند؟ و آینده خودش را چه می شاهزاده رضا پهلوی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید سپاسگزارم یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوریش گفته بود که شما میتونید به ایران برگردید و دولت ایران موظفه که به شما اجازه بده که وارد کشور بشید البته تجربه نشون داد که این حرف خیلی خوشبینانه ای بود در مورد نه فقط شما در مورد دیگران هم همینطور ولی خود شما چقدر خوشبین هستید که در آینده نه چندان دور بتونید به ایران برید ببینید من تمام هم در این سی سال این بوده که هرچه سریعتر مملکت اون برسه به یک فضای باز سیاسی به مفهومی که حاکمیت مردم و احقاق حق مسلمشون در تصمیم گیری، در تعیین سرنوشت، در مشارکت، در رأی دادن آزاد، در مناظره باز این چنین فضایی در مملکت ما بتونه به وجود بیاد چون تنها زمانی است که به نظر من میتوان دموکراسی رو به مفهوم اخص کلمه در مملکت انجام داد وقتی که ما به کارنامه و رفتار این نظام در از این سی سال نگاه میکنیم و نحوه برخوردش با نه تنها مردم بلکه عدم امکان کوچکترین دسترسی به چنین فضایی در قالب این سیستم نتیجتا به جایی میرسیم که باید به فکر چاره اساسی بود و فکر میکنم که جامعه ایران امروز بسنده نمیکنه به حرف این یا آن رهبر معرف این نظام بلکه مسئله رو خیلی فراتر و عمیقتر از این میبینه که خیلی فراتر از هیته و امکانات این رژیم هست برای واقعا ایجاد چنین فضایی بنابراین تمام هم و من در این جهت بوده و هست که برسیم هر چه زودتر به اون باز شدن فضا سیاسی و با همت و پشتکاری که همیهنانمون در این رابطه میتونن داشته باشیم این جواب شما این که شما امیدوار هستید که من اعتقاد دارم به اینکه نظام‌های توتالیتر در نهایت محکوم به شکست هستن چون چنین فضایی در هیچ جای تاریخ نشون داده شده که قابل حفظ نیست در شورویش دیدیم، در چینش دیدیم و میبینیم در منطقه مون امروز هست در بلوک شرق اروپا در زمانی که دیوار آهنین بود در کشورهای آمریکای لاتین که دیکتاتوری های نظامی بودند در افریقای جنوبی که حکومت نجات پرست بود و امروز وقتی که یک نظامی رو صحبت می‌کنیم که هم فاشیسته هم توتالیتره هم به نوعی نجات است بعید میدونم که چنین شرایطی در مملکت ما به خصوص برای کشوری و ملتی و فرهنگی و تمدنی که هزارها قدمت داشته و از چندین نوع گرفتاری های متعدد در طول تاریخش پس اومده این بار نیست سرفراز پس نیست خیلی جالبه آقای پهلوی که شما در بین کشورهای توتالیتر که این همه اسم بردید از آمریکای لاتین تا منطقه همه جا اسم ایران رو نبردید خب برای که گفتم ذات این نظام امروز نه نه من دارم صحبت میکنم از نظام پادشاهی ایران قبل از انقلاب توتالیتر که نمیشه بهش گفت اگه گفت به نظر من ایرادی که در اون زمان میگرفتن در نبود فضای آزاد سیاسی بود ایراد اصلی که به نظام اون زمان گرفته میشد ولی شما اگه در طول تاریخ بیش از سه هزار ساله کشورمون نگاه بکنید وقتی که امروز میبینید که مردم ایران در بود فرهنگیش و تمدنیش نگاه میکنن به آنچه که بر می به هویت مملکتمون به تاریخ و تمدن مملکتمون به خصوص وقتی که بر می به مسئله حقوق بشر و اینکه خیلی ایرانی ها هستن که افتخار خودشون میدونن که از سرزمین ایران بود از زمان کوروش کبیر بود که اصلا اولین زمینه حقوق بشر در اون زمان پایریزی شد این جزو به نظر من تجربیات و تاریخچه مملکتمون هست مهم برای من این هست که آیا واقعا امروز ما میتونیم برسیم به اون مرحله ای که در مملکتمون بتونیم دموکراسی رو به مفهوم اخص کلمه اجرا بکنیم آیا جامعه امروز به این درجه از آگاهی مسئولیت شهروندی خودش رسیده یا نه و جواب این سوال آریست من وقتی که از نزدیک دنبال میکنم موجی که امروز در مملکت هست نهزت مردمی که به نام جنبش سبز امروز معروف هست و به ذاتش و به خواستش پی میبرم واقعا حس می کنم، این رو واقعاً احساس میکنم که به این درجه درایت جامعه ما رسیده امروز و از این لحاظه نا. که خوشبین هستم بسیار خوب بباشی من هفته رو قطع میکنم ما برمیگردیم به اصطلاح اون چیزی که امروز در ایران میگذاره و نظر شما رو دوست داریم بدونیم راجع به مسئله ولی قبل از اون اگه اجازه بدین باز یه خود در گذشته بمونیم اه. سی سال پیش مردم ایران عملا شوریدن بر نظام پادشاهی و پدر شما رو به اصلاح ساقط کردن از پادشاهی و به طریق اولا ولایت عهدی شما هم عملا دیگه منتفی شد شما الان که برمیگردی نگاه میکنین، فکر میکنین مقصر کی بود؟ یعنی چه, چه چیزی و چه کسانی باعث شدن که حکومت پادشاهی یا نظام پادشاهی در ایران به این سرعت سرنگون بشه؟ مسئله من این هستش که چه نظامی بود یا نبود یا چه برخوردی اون زمان بود به, به نظام، اون بحثش که در تاریخ میشه جستجو کرد و انواع اسام دلایل و یک شرایط بسیار مرکبی که فکر کنم مسئولیت رو تقسیم میکنه به خیلی ها نه فقط به خود نظام یا فرض کنید به شخص پدرم یا فقط به مخالف نش یا فقط به مقدار نفوذ و نقشی که ممکنه دولت های خارجی داشتن که داشتن مسئله من نتیجه است سی سال بعد اگر امروز به نتیجه نگاه بکنیم چه طرفدار اون نظام بودیم چه مخالفش چه انقلابی بودیم چه نبونیم سوالی که به نظر من امروز هفتاد میلیون نفر جمعیت کشوری به نام ایران امروز باش مواجه هستن این استش که امروز کجا هستیم سی سال بعد از اون در چه موقعیتی قرار گرفت <سؤال> این, این این ممکنه نظر شما باشه ممکنه شما دوست داشته باشین بیشتر اینطوری مسائل رو مطرح بکنید دو دو ولی ولی که هست بپرسید که هست اینه که اصولا در تاریخ هم همونطور که خودتون اشاره کردین اینی که معمولا میگن که آدم از گذشته درس میگیره برای اینکه آیندهشو بتونه بهتر تنظیم بکنه یا ترسیم بکنه و قدم برداره در راه آیندهش در چه بدون اینکه آدم یک نقد دقیقی بکنه و اخوان نظر بسیار از کارشناسان تاریخ اینو شما چه بخواین چه نخواین ناچار این که این مسئله بپردازه مگه این سوالیه که مدام از شما میشه و تکرار میشه که نظرتون چه دقیقا؟ یعنی مشکل کجا بود؟ من که بهتون گفتم اعتراضی که اون زمان نیروهای لیبرال در مملکت داشتن به خاطر خفقان سیاسی که میگفتن موجود بود به شرایطی که اون آزادی عمل مفهوم سیاسیش در اون نظام نبود ولی اگه نگاه بکنیم به اینکه آیا شرایطی که در اون زمان وجود داشت نیاز به چنین انقلابی داشت که لاقل به جلو میرفت یه چیزی ولی ما رو برگردونده به قرون وسطا در زمانی که ما شرایطی داشتیم که ممکن بود که آزادی سیاسی به اون مفهومی که در دموکراسی هست متاسفانه نبود و من این رو به هیچ وقتی منکر نمیشم اما حقوق دیگر حقوق های جامعه سر جاش بود برابری که بین زنان و مردان بود وضعیتی که الان در ارتباط با برخورد این نظام با فرض کنید اقلیت های مذهبی یا اقوام هستش اصولا شرایط مملکتمون از نظر ترقی اقتصادیش و الان در جایی که قرار گرفته اینها هم جزو به نظر من این معادله هستش که آیا قصد اون زمان رفرم بود آیا قصد کسانی که و بخش عمده از معترضین به رژیم که میگفتند پادشاه عدول کرده از مسئولیت قانون اساسیش و پا فراتر گذاشته و حکومت رو به دست خودش گرفته و این این برخلاف قانون اساسیش حرف بسیاری از به صلاح کسانی که اون زمان در جستجوی اجرای قانون اساسی بودن و البته یک بخشی است که هدف دیگری داشتن و نهایتا هم امروز سر کار هستند و در واقع معرف این نظام هستند بستگی داره که سوال از دیدگاه کدوم جریان میخواهید که من پاسخ بدم و فکر میکنم که در عرض این سالها من با بسیاری از مخالفین نظام پدرم در این سالها صحبت داشتم و کردم و کسانی که انقلابی بودن و حتی پایگزاران نظام کنونی بودند و امروز خب برداشت و برخورد متفاوتی دارن از آنچه که در آن زمان داشتن وقت که قیاس میکنم و بررسی میکنم فکر میکنم که وچه اشتراک در میان اکثریت این افراد اینه که نیت اگر درست بود نتیجه به هر حال غلط بود وضعیتی که امروز بهش رسیدیم به هیچ عنوانی آنچه که میخواستیم بهش برسیم نبود این, این بسیاری خب به این اعتقاد دارن در جامعه ایران نمونش اون اعتراضاتی که الان در داخل ایران میشه اتفاقا اعتراض به همین نظامیه که بعد از انقلاب وجود اومده خب این, این وجود داره ولی شما اشاره کردیم به دو وجهی که میشه ب... که به کدومش پاسخ بدیم من شما میخوام اگه لطف کنید پاسخ بدین به اون بخشی از کسانی که همون مسائلی که الان خودتون هم مطرح کردین که پادشاه ایران قانون اساسی مملکتش رو زیر پا گذاشته بود دولت و کابینه و نخست وزیر و تمام دستگاه اجرایی دولتی بی شده بودند و عملا در دست یک نفر بود و این انتقادی که الان داره میشه بسیاری به قول شما اونه شما به اون چه اون بحثش یا اون من خودم به تو میگم بس. اگر را را ما ما چقدر را... بود در اینکه این انقلاب رخ میده، تا مقدار زیادی تاثیر داشت در ایجاد اون بحران سیاسی ولی وقتی که جوا... جامعه حالا نمیدونم چه درصدی از جامعه واقعا در زمانی که شخص خمینی وارد صحنه شد و ادعاهایی که میکرد و شعاری که میداد اه... چه کدوم درصد از به هر حال مخالفین نظام پیشین در اون زمان به کجا خواهد رسید و نتیجه این به اصطلاح انقلاب اسلامی چه خواهد بود رو آیا واقعا بررسی کرده بودند در نظر گرفته بودند اصلا شناختی داشتن از خود خمینی و حرفاش امروز که نگاه میکنیم و به اون زمان برمیگردیم این رو من نقل میکنم این رو به گفتار خود افرادی که اون زمان رو واقعا طی کردن دارم بهتون میگم این سوالات امروز مطرح هست در اون ز... لحظه خاصش ممکن بود که اون زمان به ذهن نمیرسید ولی به هر حال باز گفتش که برخی از مشکل به خاطر برخوردی که خود نظام به مسائل داشت بوده اونو که اصلا منکرش نیستم اما نمیشه گفت که تنها اون بود فاکتور اصلی فاکتورهای دیگه هم بود و اگر در قضاوت منصفانه تاریخی بخوایم برگردیم به اون زمان و اون دوران و شرایط عینی اون زمان و دوران فراموش نکنیم به حال جنگ سردی در راه بود و مسئله ایران همیشه بین غرب و شرق در یک در واقع مسابقه تنابکشی قرار داشت خیلی اتفاقات دیگر تاریخی که در منکت افتاد به زیادی به شرط سوقجشی ایران و فاکتور نفت و شوروی از یک ور و مقاصدش دنیا غرب از اون ور خب این فاکتورها رو نمیشه زمنا نادیده گرفت بنابراین اگر منظور این هستش که ما یک برخورد ابجکتیو یا منصفانه ای داشته باشیم نسبت به شرایط عینی اون زمان و کلیت اون شرایط رو بررسی کنیم بینیم که فاکتورهای متعددی در کار بود یکی از اون فاکتورها البته نقصی که در اون وضعیت رژیم بود که از حالت به صلاح مشروط بودن خارج شده بود و یک سیستم خودکامه تریب شده بود بسیار خوب شما حالا میگین که تمام هم الان تا این مدت این بوده که این شرایط دموکراتیک در جامعه ایران فراهم بشه وقتی صحبت از این هم میکنین دقیقا چه کار کردین چی کار یه هدف ملی رو من دنبال میکنم من هیچ هدف سیاسی رو دنبال نمیکنم برای که دغدغه دق من به صلاح رقابت حزبی یا سیاسی به نفع یک ایده خاص یا یک برنامه خاص سیاسی نیست بلکه حق کلیه مردم اون مملکت هست که در نظر میگیرم وقتی مسئله حقوق بشر مطرح هست وقتی مسئله حاکمیت مردم مطرح هست وقتی مسئله رسیدن به اون درجه آگاهی مسئولیت شهروندی مطرح هست که به نظر من نسل امروز رسیده یعنی چی؟ یعنی در واقع پذیرش بهای آزادی رو پرداختن ببینید مسئله آزادی فقط این نیست که آدم در واقع محاسن آزادی رو درک بکنه بلکه هزینه ای که باسی بابتش پرداخت رو آدم درک بکنه یه مقداری از این هزینه به مفهوم دفاع از حق کسانی است که ممکنه دارای یک اندیشه متفاوت از شما باشن امروز وقتی که به من به این جریان امروزی مملکت نگاه میکنم احساس میکنم که به این درک رسیدیم یعنی در واقع یک شرایط تکثرگرایی این, این درک ای اون درکیه که مردم رسیدن من, من سوال من این بود که شما شخصا چیکار دارید در جهت تقویت همین ببقید. چه فیز. کار یعنی چه کار, چه کار در ارتباط با فعالین مختلفی که در داخل و خارج از مملکت در تلاش هستند در اباد مختلفش شما به هر در مواجه بودن با حکومت حاضر انواع اقسام فعالیت ها رو میبینید در باب حقوق بشرش میبینید در حقوق زنان میبینید اقلیت ها میبینید در ارتباط با سکتورهای مختلف جامعه میبینید از نظر اینکه هر کدوم ما ورای دقدقه های سنفیشون خواسته نهاییشون خواسته سیاسیشون چیز که امروز به نظر من به یک بیان مشترکی رسید از نظر اینکه نهایتا حاکمیت رو به مفهوم میزان صندوق رای باز باشه و آزادی انتخاب و شرکت در انتخابات آزاد و در واقع تعیین سرنوشت به دست مردم و مملکت این اون هدفی است که به نظر من از دید من یک هدف ملی است نه یک هدف حزبی یعنی شما به دنبال کسب قدرت و احیای نظام پادشاهی در ایران نیستید انتخاب محتوای نظام آینده کشور و نهایتا شکلش باشه به دست مردم ایران و نمایندگان منتخب مردم ایران باشه بنابراین راه حل ایران اگه بخوایم برگردیم به یک مسیر ترقی، پیشرفت، آزادی، مدرنیته و وصل شدن ایران به کاروان جهانی و دنیای آزاد و یک تعامل بدون هیچ مانعی سر راهشون یه نظامی است که واقعا به مفهوم اخص کلمه معرف خاصهای جامعه باشه و چنین شرایط رو فقط من در یک نظام دموکراتیک جستجو میکنم که در واقع یک جدای کامل دین از حکومت هم درش دیده بشه پس واقعا رسید به اون مرحله که حکومت دیگری بر مملکت حاکم باشه اون تصمیم با مردم ایران خواهد بود و من تنها حرفم اینجا این هستش که حق این انتخاب رو این مناظره رو این بحث و گفتگو رو به تمام افکار باستاده بشه تا مردم ایران بتوانند با, با گزینه‌های مختلف که در مقابلشون خواهد بود بهترین انتخاب ممکن رو برای اندشون طرفدار های شما, شما از مدت هاست که شما رو رضا های دوم خطاب میکنن و در پی احیای نظام شاهنشاهی در ایران هستن اونایی که از شما حمایت میکنن خب اونم حقشونه بالاخره یه عده هستن معتقدن به این نظام آیا منظور شما این هستش که این حق رو باسی از عده‌ای که به این چیز منظور من دارد دارد فقط سوال می‌کنم من ولی من من سوالم به این جهته این که احتمالاً اون کسانی که طرفدار شما هستند از شما انتظار دارند که به عنوان رضا شاه دوم در پی احیای نظام شاهنشاهی باشید یعنی تلاشتون و هممغمتون در اون جهت باشه از این نظر من اینجور فکر نمی‌کنن ممکنه بعضی این فکر رو بکنن ولی من میدونم در در میان جریاناتی که نهایتا اگه به شکل نظام بخوایم برسیم از نوع پادشاهیش رو ترجیح میدن تا به فرم جمهوریش امروز مسئلهشون مسئله احیای پادشاهی و یا ضدیت با جمهوری نیست مسئله آزادی و دموکراسی است ببینید این رو من در تمام صفوف میگم هر کدوم از این جریانات فکری ممکنه بعضی ها مسئله هدف سنفی و مسلکیشون رو جلوتر از یک هدف بالاتر و فرامسلکی قرار بدن چنین برخوردی از دید من اشتباس حالا چه مشروط خواه باشین چه جمهوری خواه باشین چه چپ راست چرا این رو میگم بلکه در نبود یک فضای باز سیاسی در نبود حتی امکان یک مناظره عمومی اصلا امکان سنجش افکار عمومی غیر ممکن هست نه بنده نه شما نه هیچ کسی میتونه مدعی این باشه که خواسته مردم ایران چیست مگر اینکه به چنین فضای بازی برسیم تا بشه این مسئله رو به صورت ملموسی احساس کرد اگر هدف مشترک تمام جریانات متعهد به دموکراسی و حقوق بشر من این رو تاکید میکنم متعهد به دموکراسی و حقوق بشر ایجاد این فضای باز سیاسی سی باشه که به نفع همه به نفع هم که از حق اون کسانی که حتی رأی مخالف با اونها رو دارن دفاع بکنن من روی این خیلی سهه میذارم من به همون اندازه که از حق یک فرض بکنید طرفدار نظام پادشاهی دفاع میکنم از حق یک جمهوری خواهم دفاع میکنم من به همون اندازه که از حق یک لیبرال دموکرات دفاع میکنم ممکن است حق اون مارکسیست هم دفاع بکنم بلکه مسئله این نیست که آیا از ایدولوژیش خوشم میاد یا نمیاد مسئله این هست که این حق رو بایستی در جامعه ما رعایت بکنیم این پایه و اساسه خیلی, روشن بیان کردید شما قبل از برمیگردیم به وضعیت کنونی که شما مصرین که آگاه شده و مردم آگاه شدن به طرف دموکراسی دارن میرن و این دموکراسی در قالب جنبش سبز بیان کردید شما قبل از انتخابات ریاست جمهوری گفته بودید که حتی گمال زنی در مورد اقبال این یا اون نامزد انتخاباتی با تلاش برای یا تلاش برای متمایز کردن احمدی نژاد از رقبایش به منزله افتادن در دام روحانیان حاکم بر ایرانه و گفته بودید که خیلی طبیعیه که در یک همچین نظامی بر از خاتمی احمدی نژاد بیاد سر کار در نتیجه به عبارت خیلی عامتر سرتا همه یک هم. ولی اجازه بدیم ولی بعد چند ماه بعد در مصاحبه با اشپیگل آنلاین شما میگین که احمدی نژاد حقوق بازی میکنند دروغ میکنند و در انتخابات تقلب میکنند موسوی از تهدیدات بالاترین مقام رهبری روحانی ترسی ندارد او از خود شجاعت نشان داد البته بین این دو نفر تفاوت اساسی وجود دارد این ظرف چند ماه شما نظرتون به این شدت عوض شد ببینید یک چیز رو درک بکنیم اینجا فکر میکنم حرفی که امروز مردم ایران میزنن وقتی که عکس یک شخصیتی که اصلاً محال بود کسی تصور بکنه که کسی جرأت این رو داشته باشه تو مملکت که زیر پا بذاره و شعارهای مرگ بر دیکتاتور بده دیگه از این واضح در به نظر من برخورد جامعه با در زدیتشون با کل سیستم هستش سیستم آدم مختلفی رو در عرض این سالها به جامعه معرفی کرده افراد مختلفی که به قول معروف از صافی خودش رد کرده که جامعه بتونه بر اساس اون سیستم فیلتر شده رژیم تصمیم بر این و آن بگیرن به نظر من امروز موزگیری در مقابل خواست مردم به شکل شفاف اولین از دید من زریب مشروعیت در ذهن افراد از جانب هر شخصیت یا فردی میتونه باشه که امروز پاسخ مردم رو چی میده نه فقط در ارتباط با چهره های درون مملکت ببینید در سطح بینالمللی هم چی میگن مردم وقتی که مردم ایران میان و حتی به فرم شعار میگن مثلا در ارتباط با رئیس جمهور امریکا اوباما اوباما یا با اینا یا با ما یعنی چی یعنی مردم یا جان کی میخواد جواب ما رو امروز بیاد بده از این لحاظ خواست همیهنانمون تا اونجا که برداشت من هست در جهت همون چیزهایی است که قبلا به شما توضیح دادم و اشاره کردم بهش حق مسلمشون هست به انتخاب انتخاب آزاد به رای به تقدس اون صندوق رای به امکان اینکه حاکمیت رو واقعا بتونن به دست بیارن و به نظر من هر فردی فرد یا شخصیتی یا گروهی یا جریانی که به این خواسته امروز توجه بکنه و جواب بده دارای اون محبوبیت یا اون مشروعیت یا اون لاقل جواب مثبت در جهت خواست پس, پس شما، مردم پس شما قبول می کنید که... نظام در مواجهش با این خواست مردم جواب رد و داد این بسیار. جواب شما 22 خرداد همین تابستون گرفتیم بسیار از اون به بعد چه اتفاقی میفته مسئله این که موزیگیری شخصیت هایی که تا زمانی با این رژیم بودن امروز در مقابل این مسئله چیست و تا چه حدی میتونن به صورت باز و به صورت شفاف این رو بیان بکنن این سوالی که همه دارن مهم برای من موزیگیری شخص خاصی انقدر نیست خارج از این توضیحی که دادم بلکه درک خواسته واقعی توده های مردم و نسلی که امروز تا پای جان وایستاده و برای حق خودش داره مبارزه میکنه و فداکاری خب. میکنه بسیار خوب شما پس قبول دارید که اگر این انتخابات صورت نمی گرفت تمام این شفافیت ها و تمام این اعتراض ها و به این شکل و خواست مردم نشون داده نمیشد خب. چیز یعنی خب. چیز نشد چیز, چیز جدیدی خوام اینجا برسم. جدیدی برسم کشف نشد که شما چون انتخابات رو تحریم کرده بود و نباید رای گیری کرد بنابراین الان قبول میکنید که اشتباه کردید نه من میگم که بالاخره هر کسی حق داره تصمیم گیره برای خودش من چیزی که همیشه گفتم گفتم من حق خودم نمیدونم که برم به یک شهروند دیگر کشورم دیکته بکنم که رای بده یا نده من چیزی که گفتم گفتم من اگه بودم رای نمیدادم برای که تنها مصرفی که از رای دادنم این نظام میگیره ادعای مشروعیت وقتی که من میدونم با یه رژیمی سر و کار دارم که رای من رو محترم نمیشماره کاندیدای ب... برای من تحمیل میکنه من حق حتی انتخاب کاندیدای خودم رو ندارم من میدونم که فردا رو رای بدم به نماینده تو مجلس حتی قانون گذاری رو این حق رو از نماینده مجلس گرفتن و یه حکومت سر و خود و خودکامه ای که اصلا جوابگوی مردم نیست و مدعی این هستش که نمایندگی خدا رو بر زمین داره با این سیستم طرفم این من دیگه معنایی نداره بسیار خوب. خیلی عذر میخوام باید یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم و یک سال دیگه من شما میکنم اگه لطف کنید خیلی کوتاه من جواب بدید و اینه که مذاکراتی الان بین کشورهای غربی و ایران در مورد مسئله برنامه هسته هسته‌ای ایران و مسائل ای که در جریان از جمله به امریکا اگر به نتیجه نرسه شما معتقدین که بایستی علیه ایران تحریم اعمال بشه تحریم های گسترده هم طور که صحبتش میشه ببینید وضعیتی که رژیم برای خودش ایجاد کرده وضعیت عدم اعتماد هست که مشکل ترین اساس مسئله است و برخورد و ادامه ماجراجویش فقط عرصه رو برای خودش تنگتر کرده و متاسفانه غیر مستقیم خسارتش رو هم به مردم ایران میرسونه اما در قالب قوانین بین در قالب برخوردی که این نظام داره یا بخواب بگم عکسش عدم در واقع پاسخگویی به انتظار جهانی از از نظر رفتارش در واقع راه رو باز کرده برای اینکه از طریق سیاست تحریم بیشتر روی نظام فشار بیاد آنچه که من دنبالش هستم نهایتا این هستش که مردم ایران بس بدانند که در مبارزه که با این نظام دارن تنها نیستن و جهان تا مقدار زیادی پاسخ خاصاش رو میده یعنی چی یعنی مسئله ایران فقط مسئله هسته‌ای و پرونده هستهی جمهوری اسلامی نباید باشه مسئله حقوق بشر یا نقض حقوق بشر یا نبودن آزادی هم بایستی جزء این خواسته ها بسیار. باشه خیلی متشکرم شاهزاده رضا پهلوی از در برنامه بیوارا دیگه ممنون شما مرسی